زلزله شدید در شمال غربی ایران 6.4 درجه ریشتر، قوی تر از زلزله بم در سال 82 و کمی ضعیف تر از زلزله رودبار در سال 69. عصر دیروز مرکز آن شهرستان اهر در 90 کیلومتری شمال شرقی تبریز در آذربایجان شرقی. از صبح امروز مسئولان امدادی جمهوری اسلامی تایید کردند که بر اثر این زلزله بیش از 250 نفر کشته شدند و بیش از 2000 نفر هم مجروح. رئیس سازمان مدیریت بحران وزارت کشور با اعلام پایان عملیات امداد و نجات در مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی گفت همه افرادی که در مناطق روستایی زیر آوار بودند بیرون آورده شدند. در حالی که مسئولان از پایان امدادرسانی خبر می‌دهند، اما برخی شاهدان می‌گویند روستاهای زیادی هستند که هنوز امداد و کمک به آنها نرسیده. بافت سست خانه‌های مسکونی و تراکم روستاها در این منطقه از ایران موجب شده میزان خسارت بیش از انتظار باشد. استاندار آذربایجان شرقی می‌گوید 237 روستا در این زلزله آسیب دیدند. مقامات رسمی تعداد کشته‌ها را تا حدود 300 نفر گزارش دادند، اما برخی منابع غیر رسمی آمار تلفات را بیشتر می‌دانند، به خصوص که آمار مجروحان تا کنون 1500 نفر اعلام شده بود، اما ظرف چند ساعت این رقم به بیش از 2000 نفر رسید. روز گذشته به مناسبت مذهبی صدا و سیمای جمهوری اسلامی چندان به خبر زلزله نپرداخت و تنها در حاشیه خبرهای المپیک اشاره‌ای به آن داشت. همین موضوع موجب دلخوری مردم مناطق زلزله زده شده. حتی امروز محمد حسن نجات نماینده مرن در مجلس از صدا و سیما برای پوشش ندادن خبر زلزله انتقاد کرد و هشدار داد که اگر امدادرسانی به زلزله زدگان تسریع نشود تلفات افزایش می‌یابد. پس تو مزخمی دیگه اینجا وجود نداره، همگی منتقل شدن. بیشتر مشکلاتشون مشکلات اموات هست که روی زمین هست که کاراشون باید انجام بشه. تعداد زیاد مجروحان موجب شده تا کمبود خون وجود داشته باشد. امروز در برخی از شهرها مردم به صورت داوطلب خون اهدا کردند. هنوز برخی از نقاط زلزله زده به غذا، آب آشامیدنی و پتو نیاز دارند. مناطق زلزله زده اغلب تحت محاصره سدها هستند، اما مسئولان محلی گفتند این سدها تا زلزله ده ریشتری مقاوم هستند و در زلزله اخیر آسیبی ندیدند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.